این هم نواری است که با گفته ارسال کننده آن از مراسم دفن یک مهاجر تاجیک گرفته شده است. حالا در روسیه صدها هزار مهاجران از تاجیکستان با سبب بیماری همگیری کووید 19 کاری خود را از دست داده و با سبب قطع شدن پروازها بند مانده نمیتوانند به وطن برگردند. همزمان نفرانی هم که میخواهند جسد نزدیکانشان را به وطن بیارند از سبب بند بودن راهها این کار را کردن نمیتوانند. مراجعت آنها به سفارت برای بردن تربت نزدیکانشان به وطن بی‌نتیجه بوده است و در سفارت گفتند حالا چنین امکان وجود ندارد. در همین حال مقامات ازبکستان جسد 17 شهروندش را که در آن اسنا درگذشتند برای دفن به وطن آورد. اینا برادر ها با یک برادر ما امروز ما را با پدرود گفت. با گفته روان کننده این نوار مهاجری فوتیده در مسکو مشغول راندن تاکسی بود و با تب بلند به مدت چند روز بیمار شد. او را به بیمارخانه انتقال دادند و پس از دو روز بستری در بیمارخانه در تاریخ 18 اپریل درگذشته است. حالا پیشتر هم خبر یک مهاجر دیگر از شهر وحدت با تب بلند در بیمارستان بستری شده و درگذشته است رسیده بود. اما آمار دقیق از مرگ و میری مهاجران تاجیک در زمان اپیدمی همگیر معلوم نیست. دست کم خبر تا 25 نفر از تاجیکان مهاجر روسیه با سرایت یافتن به کرونا ویروس رسانه شده است. اما این عدد میتواند باز هم زیادتر باشد. حالا اینجا باز نواره از آرامگاه فرستادن که با گفته کسانی که این نوار را ثبت کردند تاجیکان مهاجر اینجا خاک شدند و دیده می شود که اکثر قبرها نو می باشند. اینا برادرا همین برادرای تاجیک از تاجیکستان همش. حالا مشکلی عمده مهاجران این از دست دادن جایهای کارشان است، در حالی که آنها باید اجاره پولی جای خواب و خود آیله هایشان را باید تامین کنند. وقتی آخر چند نوارهای هم در شبکه ها پخش شد که مهاجران از دست دادن جای کار و رانده شدن از خوابگاهشان شکایت میکردند. پیشتر گروهی از مهاجران را نیز از فرودگاه رانده بودند که بعدتر آنها را یک تاجیک سخاوتمند در خانه خود جای کرد. حالا صدها نفر از مهاجران با سبب اعلان قرنطینه در شهرهای روسیه در خانه ها و خوابگاهشان بند ماندند که حتی برایشان دسترسی مواد اولیه غذایی مشکل است. اینجا هم سفارت برنامه برای کمک این مهاجران روی دست نگرفت و فعالان مجبور شدند خود دست به کار شوند. حامیان حقوق و بلاگرها در این زمان بیشتر فعال بودند و پیوسته از کمک‌های به مصر رسانیدن مواد خوراکه برای مهاجران تاجیک خبر می‌دادند، از جمله عزت امام، کریم جان یاروف و نفران دیگر. سلام علیکم برادر. У нас в Уфе, Республика Башкортостан. Ребята таджики, братья мусульмане, Затонский рынок решили помочь студентам честь празднику Розабайрам и с одним проблемам коронавирус, который все дома сидят, который происходит все в мире. در سال گذشته مهاجران به حجم 2.5 میلیارد دلار به وطن مبلغ روی کردند تا اقتصاد کشور را گردان کنند. طول این همه سالها که کشور مشکلی اقتصادی داشت، مهاجران ده ها میلیارد دلار کار کرده و وارد وطن کردند و گرداننده اساسی اقتصاد و نانآوران کشور بودند. اما حالا که در چنین حالت قرار دارند، به غیر از چند کمک باز هم تاجیکان مهاجر، کسی سراغ آنها نیست. و حالا با وجود آنکه 10 روز پیش پرزیدنت روسیه با صدور فرمان مهاجران کاری را تا 15 میلیون از ثبت نام مقامات و پرداخت پول پتن آزاد کرد، اما ماموران پلیس و بعضی از کارفرمایان از آنها پرداخت پول پتن را طلب میکنند. حالا دیگر این قهرمانان ملت در بی‌پولی و شرایط وزنین یگانه به خود و خدایشان امید میکنند، چون از حکومت و سفارت تاجیکستان تا حال بار هم سخن از مهاجران و برنامه برای کمک و دستگیری آنها در این شرایط صدا نداده است.